دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. خب کلی کامنت داشتیم از ترک جدید تتلو به اسم هنوز که فیت هست با سهراب ام جی. میریم با همدیگه مفصل آنالیز رو بررسی بگیریم، جایی که بیت رو در واقع حسن بابا ساخته که تنظیم کنندگی حسن بابا همیشه ما رو به یه شور اولیهی میرسونه. من خیلی امیدوارم که ترک هایپر باشه، کورسای خیلی کچی و ملودیک از امیر تتلو بشنبیم و ورسای افتاده و پرقافیه و اندکی فان از سهراب ام جی. این برآورد اولیه من هست، بریم با همدیگه مفصل بررسی کنیم. خوابه؟ ۱۶۲۸ شروع کار این کیبوردی که شنیدیم فضای مینور هارمونیک و شرقیه. احتمال میدم که آهنگ تو تم عربی باشه. هنوز تو لیگ دست اول، هنوز جام صدر جدول، هنوز همون گرگ قدیمم. علی‌الظاهر این کورس کار هست، کورس کار امیدوارم این نباشه، چون که من خیلی انتظار کورس های کچی تری از تتلو دارم. کورس بامزه ای بود، با عنوان کارم خیلی میخوره که آقا من هنوز همون سهراب قدیمم. واقعا به هر حال ریتم کار باحال بود. تا اینجای کار من تنظیم کار رو پسندیدم. ببینی اینو تو چشای شرم هنو داره میگه تیتامون بد جور تو مجازی منفورین تو خیابون محبوب. واه عجب دیگه انداخت. ببین چشای شرم هنو داره میگه تیتامون بد جور تو مجازی منفورین تو خیابون محبوب. چه باحالی انداخت. کلن خود منم تجربه زیاد کردم که هیترهای زیادی داشتم اون زمان که حالا خیلی کنسرت میذاشتم، که مثلا توی شبکه‌های مجازی پست و استوری بر علیه من مثلا میذاشتم اینو که حالا متال هد و گیتاریست و حالا خواننده های متال بودن. بعد حضوری میدیدی چاق سلامتی سنگین عکس میگرفت میذاشت تو صفحش که آره مثلا فلان، بعد از اون ور فوشش رو تو مجازی میداد. به حال این سیستم الان برای ایشون باید فکر میکنم خیلی زیاد باشه. یعنی من حدس میزنم هر کی حالا ام جی رو ببینه بیرون احتمالاً آقا دمت گرم و یه عکس و فلان و استوری، ولی میبینین که خب هیت زیاد هست از ایشون به خاطر مسائلی که حالا معتقدن خیلی از رپرها و طرفدارای رپ که ایشون مثلا وصله و فلان. خب من خودم بارها بهتون گفتم که اطلاعاتی روی زمینه ندارم، چون اصلا تو این دایره نیستم، بنابراین اظهار نظر هم نمی‌کنه. گوتیم بد گایده شروع کردیم با میتینگ‌های ونک، تو چشمون رو دور می‌بینی میشی خال زنک. من پارک قورباغه در شهرک غرب رو خیلی شنیده بودم، میتینگ‌های رپ و شهرک آپادانا. حالا من میتینگ ونک تا حالا نشنیدم. درست میگم؟ آپادانا و پارک قورباغه خیلی میست که رایج بود. حالا به هر حال ما گامام کارو در بیاریم. یه فادیس شنیدم. بله آهنگ در فادیز مینور هست، خب خیلی هم غالبه. ببینیم درسته. تو خیابون محبوب هنون نرده بوم واسه نصف شهر خوف بردن نردم تازه قصدشم من که ریختم رو دستم. کلن بچه این اتصال فادیز و درجه 6.5 یعنی فادیز مینور خیلی فازه تم فانتور داره توی این ریتم. درست میگم؟ فا دیز و ره و دو دیز. از اینا خیلی پر استفاده است. تا مشتری همه فنه استاد لفظایی هم که قد قنه وقتی فهمی کنی دنیا منو زده زمین پر روپا میشن. کلن ورس اوکی بود، ورس منحصر به فردی واقعا نبود. من فکر میکردم که این تا اینجای کار که یک ورس رفته من فهم کردم ترکیب استثنایی بشه ورس زنگینی ما میشنویم. چرا؟ چون ما تو اخیراً ورسای خیلی خفنی شنیدیم تو آهنگایی که اخیراً ما هم دیگه آنالیز کردیم. اوکی از لیتو، از کچ بیتس، از حالا آرتیست های مختلف. ما انتظار داشتیم توی این سلطان ورس زنیای خفن یه ورس خیلی پرمفهومتر، حالا اگه یه خورده دیستوریه و یه خورده کنایه های خیلی
تیزتر و باحالتری بشه، اوکی بود. بیت کارم باحاله، همین که دنم دم 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 برم دم 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 رنم، ما رو یاد آهنگای شرقی و عربی میندازه، باحاله. تا اینجا کار آهنگ اوکیه. تتلو علیزاده شروع شد. نوبت تدم احترام، من میفرستم عشق یه لایک حتی به هیترام چون نشون واقعا چه لیریکس سنگینی زد مبنی بر این که من به هیترام هم لایک و عشق میفرستم. بارش به کار و اعتماد، ولی خب حزب باد چون کذب راه لیسن لوک خوده با حس چون رادش که اینو بیشتر ادامه بده. داون دا داون ر دا داون دا داون 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 دا داون داون، این رایم و فلو رو رادش بیشتر بزنه طوری که واقعا ما رو شگفت زده کنه. ول کرد به نظرم، حیف کرد. تتلو قبلا نشون داده که تا صبح میتونه قافیه چینی کنه، ای کاش که این کار رو ادامه میداد، خیلی باحال داشت. نیا نیا ببین منو نمیبینی دیگه، تام چون تمیز رو نیاد ما هنو همون نشد. البته ما الان دهید جلوییم که تا همین ورس ما اصولا از تتلو باید خیلی چیزای چیزتری میشنیدیم، مواعظ علیزا قولینا رو باید فول پک میزد. خب تا اینجا نزده خودش، ما جلوییم. ما هنو همون نشاهردیم، ولی این کونی مونی دیگه لای بچه های من. همین الان از شما تعریف کردیم امیر جان، همین الان از شما تعریف کردیم. گونی سر صدای شدید، سر صدای شدید، بیا ستای اونو که سل من خودی آرم دیریف میکنم. من مقدار تعجب میکنم از حسن بابا، من میکس و مستر این کار رو خیلی پانچی نمیبینم، کیک ها رو بیس ها رو خیلی پخش میبینم، من یه مقدار دیستورت میبینم توی کار. من انتظار خیلی خیلی پانچی تر توی ترکیب کیک و بیس میدیدم، از انتظارشو داشتم. بالاخره از حسن بابا ما کارهای این تیپی قبلا شنیده بودیم، میکس و مستر این کار رو زیاد نمیپسندم. اون میگفت عمو سهراب قدیمم و ایشون هم گرگ قدیم. به حال که امیر تتلو الان معتقده که صدر جدول لیگ برتره، ما الان در جام جهانی خودمون ایشون تشریف داره، حالا ببینیم که واقعا صدر جدول رو خواهد داشت یا خیر، اونجا با هم بررسی میکنیم. ایشون خودش معتقده که داشت من یک کارم هنوز. آو چه اسم باحالی هم انتخاب کرده، هنوز. عاشق کوچه های شهرم، میتونی اینو ببینی تو چشای شهرم. حسن بابا بی تو بچم همین جوابی میستیم پاساشه. ببین تا اینجا کار نیمی از آهنگ رفته، خب من مفهوم باحالی میبینم. ببینید با توجه به که هم ام جی هم تتلو هیت خیلی زیادی توی 6-7 ماه اخیر دریافت کردن، ترک درست کردن اتفاق، میخوام مفهوم کار رو بگم، ترک درست کردن اتفاقا با مفهوم این که هنوز داداش ما الان هنوز خفنیم، ما هنوز صد به جد، ما هنوز بمب روزگاریم و اگرم هیتی داریم توی اینترنت دریافت کنیم تو خیابون هر کی ما رو ببینه عکس و فلان. کانسپت کار فارغ از همه مسائل حاشیه کانسپت باحالیه، اینکه شما یه چنین ترکی رو تو این شرایط درست کنی. اما دو فاکتور رو ضعیف میبینم، یک واقعا لیریکس تاثیرگذار و کچی و یه جمله‌ای که از توش در بیاری، ما دیدیم آخه قبلا از تتلو، من احساس میکنم که مقدار کم روی این کار وقت گذاشته، چون من انتظارش رو داشتم که یه لیریکسی از تتلو بشنویم اصلا یهو بگیم همه چند بار بگیم واو 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 با حاله. ولی خب انتظار ما از لیریکس نویسی ایشون خیلی بالاتره. در خصوص ام جی هم چیز به خصوصی ندیدم، من ایشون رو فانتر، یه مقدار کلا ایشون تو لیریکسش خیلی کوبنده و فان و با هم ترکیب میکنه باز ندیدم. ما ایشون رو خیلی دو قافیه چین میبینیم باز ندیدم، یعنی ما لیریکس به خصوصی تا الان ندیدیم، کانسپت خوبه و همچنین بیت به خصوصی هم تو این کار هنوز ندیدیم. و امیر تتلو به کورس معروفه، کورس خیلی ملودیک کچی تا الان نبوده. خب الان یه بریکدانی احتمالا داریم، اونجا که همیشه میگن حسن بابا، ما ببینیم که حسن بابا چی کار میکنه با یه پاساج ملودیک شرقی اومد تو. تم هندی هم داره ها، هم از سیتار هم استفاده کرده، کلا شرقی هندیه. وقتی که من در فادی از مینور هستم you
و این اوتا کلن از این اوتو خیلی استفاده کرده، خیلی به جاه با توجه به اینکه فضایی که اصلا همون اول هم به لحاظ اینسترومنت های کوبه‌ای استفاده کرده، خیلی ما رو به این حس انداخت. معلومه که ایشون واقعا پترن شناسه، آکوردا، چیدمانشون، اینسترومنت ها و اسکیل ها طوریه که ما انتظار این صداها رو داشتیم و به جاه هم استفاده کرد. واقعا حسن بابا یه ترکیب خوبی همیشه بود، تتلو بوده. من کار حسن بابا رو فوق‌العاده میپسندم. دونات انداخت یک ثانیه اون اینسترومنت های هندی، ولی این فضا رو ایجاد کرده بود. این میشه یک تنظیم کننده کار بلد. باریکلا کار حسن بابا فوق‌العاده است. همیشه ترکیباشو با تتلو واقعا پسندیده. من بد رو هوام رد به این تتوام قسم که دو برابر وزن رنگ و مایشه هر جا میرم دو اینو واقعا راست میگه. تتوهایشون منحصر به فرد، فکر کنم مثلا در دنیا من حالا خیلی تتو باز نیستم، یه نظر سنجیم تو اینستا گذاشتم 70-30 شما زدین که آقا تتو کن. الانم بهترین فرصته که حالا الان صحبت تتو شد اومد شد میخوره به کاراکتر. منم مثل شما دوست دارم، یعنی همه دوست دارن، ولی بارها راجع به این موضوع سای به کاراکتر ببخشید به کاراکتر کار میخوره. هم از اینجا شروع کنم چون دردش هم مثل که این محدوده بیشتره. این محدوده هر جا که میگم پوستت کلفته، گوشت موشتت زیاده، استخون فاصله زیاده، اونجا شما درد کمتره. من فعلا رو این محدوده در نظر دارم. شما اینو به کاراکتر میخوره، الکی هم نگین. یه موقع میگین آدم یه کاری میکنه بعد دیگه میمونه توش. به هر حال ایشون هم واقعا سلطان تتوه. من خودم ندیدم این حجم تتو یک جای در یک انسان. من فکر میکنم که ایشون آن تاپ تتو دنیا باشه. اصلا بیشتر از این که فکر کنم به اصلا همه چیز اهمیت بده به تتو خیلی اهمیت میده. اینجا تو ترک هم آورده خیلی هم جا همه حرکت ها قصیه شافل بازون که پلوته انگاری با یه نگاه به چشم شد بس یاد شد. منظورش همون کارهای بی تربیت خودمونه. ترک رو میدادیم بالا با نتای لاپی حالا هیستر کنر و ما عنوان و وردار باز ولی تشمایم سلطان و سردار شهر. اینجا رو با حال اومد، اینجا رو قشنگ مفهومدار اومد که آقا موقع ما دایلاپی میزنیم بالا، حالا شما الان فکر نکن خبریه. من شاید حدس میزنم یه دیس ملوی هم باشه ها، یعنی فقط صرفا کلی نباشه، مثلا به حالا نسل چاریا، شاید اصلا اونور به پیش رو توهی، یعنی تتلو این بر به نسل چاریا، اون بر به فلان. داره شهر اوبی میده یه هدیسمه ولی لاش خورم لازمه تو اکوسیستم میگی رو این ورسه ام جی، اون ورسیه که من انتظارشو داشتم. جان سطر جدول هنوز همون گرگ قدیمم نه دیگه نمیتونیم اف ببرینم هنوز. باری کلا فواصلش قشنگه. البته من یه آوایی دارم توی رایت میشتم نمیپسندم، آوایی که نمیپسندم. من انتظار داشتم اینجا توی مین وکال این فاصله رو نخونه، یعنی اکتاو بمترش رو بخونه، اون اکتاو زیره رو بذاره توی برینم. هنوز منم سلطان قدیم، هنوز خاکی و افتاده ترین، خیلی هم خاکی و افتاده ترین هستی شما داداش. شما کجات خاکی و افتاده ترینه؟ بازه زد بازی شد. باریکلا واقعا من بچه توی این ترک بذار بگم چی شد چی نشد. اولا به صورت کلی بخوام بگم من انتظار خیلی بیشتر از اینو داشتم، انتظار خیلی ملودی های روح نوازتری داشتم در کورس. من ورس دو ام جی رو پسندیدم، به نظرم همون ام جی که انتظار داشتیم بود، ولی ورسای تتلو ورسای بمبی نبود. کورسای هر دو هم باحال بود ولی بس بمبی نبود. چیزی که من تو این آهنگ خیلی حال کردم فضاسازی های
حسن بابا بود که نشون میده ایشون موزیک شناسه. ببینید شما در انتها این اوورتور آخر و اوترو آخر یه ذره فضای پیانویی که آورد و اینسترومنت هایی که به کار برد ما رو یه زد بازی انداخت. ببینید ایشون چقدر وارده که هر جایی که بخواد یه فضا سازی ایجاد کنه میدونه که چجوری وارد اون قضیه بشه. بعد کلا حس آهنگ خوبی بود که ایشون زد. من وکال تتلو به نظرم وکال کمکاری بود، من انتظار فواصل خیلی بیشتری، من کلا تتلو رو تو این ترک کمکار دیدم، هم به لحاظ لیریکس ما انتظار خیلی بیشتری داشتیم، هم به لحاظ ملودی وکال و فواصلی که انتظار داشتم ایشون توی کورسش استفاده کنه. خب قبلا مشابه کارهای بمبی‌تر از ایشون دیدم، من ترک رو در لول متوسط در نهایت دیدم. امیدوارم که لذت برده باشین، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.